بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج از کربلای معلا استودیو بین الحرمین در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمند. سلام علیکم جا، علیکم خیلی السلام خوش آمدید. و رحمت الله و برکات، در خدمت سلامت شما باشی. هستیم. محضر همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. بزرگوار، خیلی خوش آمدید. انشالله دوستان عزیز به زودی های زود مشرف بشید زیارت سید و شهده علیه السلام. ما هم به نیابت از شما عزیزان دعا گوان های بزیاره هستیم و خواهیم بود. انشالله روزی خودتون بشه. بریم انشالله روایت برنامه رو ببینیم و جناب استاد بسم الله بگن برای درس امروز. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. عرض ما در این قسمت بود که شناختن فضائل و مناقب آقا امیر المؤمنین علیه السلام به طور تفصیلی بر هر شخص مؤمنی واجب عینیه، بله. و با این شناخت مورد عنایت پروردگار متعال قرار میگیرد و سبب سعادت او خواهد شد در هم دنیا و مورد شفاعت امیر المؤمنین علیه السلام قرار خواهد گرفت در آخرت. روایتی اینجا هست که جماعتی از جمله اونها جناب ابن مسعود از حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که رسول الله فرمودند للشمس وجهان، برای خورشید دو وجه هست، دو چهره هست. وجهون یضیع و لاهل سماع، یک وجهی دارد این خورشید که اهل آسمان را روشن میکنه و اهل آسمان از این وجه فیض میگیرن و نورانی میشن. و وجهون یضیع و لاهل الارض، صورت دیگری دارد خورشید که برای اهل زمین روشنی بخش است. و علی الوجهین کتابتون، آقا رسول الله می فرماید بر روی هر دو چهره خورشید یک نوشته ای هست، یک کتابتی هست. فرمودن اتدرون ما تلک الکتابه، می دونید این کتابت و این نوشته در هر طرف خورشید چیه؟ فرمودن الکتابت التي تلی اهل السماء، الله نور السماوات والارض، اون نوشته ای که به جانب و به طرف اهل آسمان است نوشته شده، الله جل جلاله نور همه آسمان ها و نور زمین است. اما الکتابه التي تلی اهل الارض مکتوب علیها علی نور الارضین، الله، نوشته شده است که علی علیه السلام نور تمام زمینی هاست، اهل زمین نورشون امیر المؤمنین علیه السلام. این حدیث شریف در
بهار الانوار علامه عظیم الشان علامه مجلسی در جلد 27 بهار آن را نقل کرده. در توضیح این روایت باید عرض کنیم که خورشید و شمس دارای دو نوره، یک نور معنوی و یک نور مادی. نور مادی خورشید را ما هر روز مشاهده می کنیم، با آن سرکار داریم، برای زندگی دنیایی ما منبع انرژی، منبع روشنایی، منبع حرارت و گرمی، گیاهان عمل غذاسازی خودشون را با استفاده از نور خورشید انجام میدن. اما نور دیگری دارد خورشید، نور معنوی است، این برای اهل آسمانه. کتابت یعنی چه؟ این که میفرماید کتابتی هست بر وجهین از این خورشید، این کتابت یعنی چه؟ این نوشته یعنی چه؟ کتابت و نوشتن شأن و جایگاه خاصی دارد در روایات. بله. مثلا در روایت داریم مکتوب علی ساق العرش یا علی یمین العرش. بله. ان الحسین مصباح الهدى، مصباح الهدى و سفینه نجات. بر طرف قسمت راست عرش الهی این مطلب نوشته شده که امام حسین نور هدایت و کشتی نجات. یا مثلا روایات دیگری داریم که میفرماید مکتوب علی باب الجنه اسم علی علیه السلام، نام امیر المؤمنین سلام الله علیه، روی در بهشت نوشته شده. یا بالاتر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معراج میفرماید لما اسری بی الی السماء، وقتی مرا بردند به طرف آسمان، وجدته مکتوبا علی کل شیء، به هر جا نگاه کردم دیدم اسم علی سلام الله علیه بر هر شیء از اشیاء اون عالم بالا نوشته شده، نوشته شده، تا همه از این نور بهره بگیرن، استفاده کنن، هم اهل زمین هم اهل آسمان، و این نور اثر مندگار خدای تبارک و تعالی، چون کتابت محفوظ میمونه، کتابت اثری است دائمی، اثری است که باقی باشه. آقا امیرالمومنین علیه السلام اثر مندگار خدای تبارک و تعالی، باید از این اثر و از این نشانه هم اهل آسمان بهره بگیرن، هم اهل زمین. معنای دیگر کتابت همون به معنای فرض و وجوبه. بله. که در باره روزه خداوند میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینجا کتب به معنای فرض و واجب شده است بر شما و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون بر تمام عوالم وجودی واجب و فرض شده و همه باید تحت لوای ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشند. از این جهت این کتابت اونجا موجوده. حالا سوال اینجا هست که چرا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نور تشبیه شده و از او به نور تعبیر شده؟ چه تناسبی هست بین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و نور که فرمود نور اهل زمین است؟ رابطه بین امام و نور چیه؟ اول باید خصائص نور را ما بشناسیم. وقتی خصائص این نور را شناختیم متوجه میشیم که تمام این خصائص بر وجود پرخیر و برکت امیرالمؤمنین علیه السلام کاملا منطبق است. خاصیت اول نور اینه که ظاهر به نفسه،
نور خود به خود ظاهر است، خود به خود زیبایی داره، جمال و جلالش در خودشه و از خودشه. دیگر اینکه مظهر لغیره، یعنی همه اشیا به نور که دیده میشوند، به نور که آشکار میشن، به کمک نور که لباس وجود را به تن میکنن. اگر نور نباشد شیء موجود نمیشود. خاصیت دیگر این نور اینه که مکان و زمان نور نمیشناسه، فراتر از مکان و زمانه. انتشار نور واسعه و گسترده است و انتشار نور مرزی نداره، انتشار نور حدی نداره. هم آسمان را میگیرد این نور، هم زمین را میگیرد، و این نور بر ظلمت غالبه. با وجود نور ظلمت کنار میرد و نقص ها و عیب ها به واسطه این نور برطرف میشه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه حقیقتی هن که تمام این خصائص نوری بر وجود مبارکشون کاملا تطبیق میکنه. اولا وجود حضرت، حجت و برهان حضرت غالبه، بر هر کسی روشنه، بر کسی پنهان نیست. دلیل حقانیت امیرالمومنین علیه السلام کاملا آشکاره، جز کافر و منافق دیگری منکر حقانیت امیرالمومنین علیه السلام نمیتوند باشه. شخصی که مؤمن باشد این حقانیت نور امیرالمومنین علیه السلام رو کاملا قبول داره، درک میکنه. این نور خود به خود هادیه، هدایتگره، هدایت کننده است و دیگران را به سمت حق راهنمایی میکنه. در تمام عوالم این نور حضور داره، محدود به دنیا نیست. دنیا را میگیرد و آخرت را هم میگیرد. محدود به زمان هم نیست. محدود به زمان نیست. در همه ازمنه حاضر بوده. واسع الانتشار، دنیا و آخرت و برزخ و آخرت را همه را در بر میگیره. یعنی حتی اگر خورشید انتها داره، این نور انتها نداره. بله، خورشید یکی از جلوه های این نوره. بله. منزه از نواقص و عیوب و از دیگران نیز نقص را برطرف میکنه. دیگران اگر بخوان کامل بشن و نقص ازشون برطرف بشه، باید تحت شعاع این نور باشن و تحت توجهات این نور باشن، و هر چیزی به نور ولایتش ظاهر و از وجود بهره گرفته و واسطه همه اشیاء این نور. ویژگی که این نور دارد این است که همه چی را میداند و چیزی از این نور پنهان نیست. چون مظهر لغیره، نوریه که مظهر لغیره، غیر خودش را چی میکند؟ آشکار میکنه، ظاهر میکنه. در روایات دارد یه عمودی از نور خدای تبارک و تعالی در اختیار امام سلام الله علیه قرار داده و با این نور امام همه اون اشیا را، همه اشیا عالم را کاملا میبینه. از این جهت قرآن کریم فرموده و قل اعملوا، حبیب ما شما به بندگان من بفرمو اعملوا. دنیا داره عمله، هر عملی میتونید انجام بدید، خیر یا شر، اما بدانید فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما را سه نفر میبینند: الله که خالق شماست میبینه، رسول خدا که فرستاده خدای عز و جل و او شاهد بر اعمال است، عمل شما را میبینه، و سوم مؤمنونن
که اولی اونها آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و عمل همه در محضر امام علیه السلام و او با این عمود همه اعمال را کاملا میبینه و شاهد بر اعمال بندگان خداست. اینجا ممکن است یک کسی این سوال برش پیش بیاد که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بالاخره ظاهر بشری دارن، بله، و این ظاهر بشریشون دارای بدن مادی هستن و بدن مادی محدود به زمان و مکانه، بله، پس چگونه است با وجود این محدودیت خدمت شما عارضم بر همه عالم وجود احاطه داره، با اینکه بدن محدوده چطور بر همه عوالم اشراف داره، بر همه عوالم، بله، مسلطه و واسطه است از سوی خدای عز و جل بر جمیع ماسوا و احاطه علمی دارد بر همه و اسرار همه را میداند و خبر داره، با اینکه این بدن بدن چیه؟ بشری. بدن بشری مادی، محتاج به خوراک، محتاج به شراب، محتاج به پوشاک، محتاج به مکان. خب باید عرض کنیم این سوال معمولا از ناحیه کسانی مطرح می شود که اطلاعات چندانی از روایات ندارن. روایات در فضائل و مناقب امیر المؤمنین علیه السلام را انسان باید مطالعه کند، به دقت باید مطالعه کنه، که باید عرض کنیم امام علیه السلام این احاطه علمی که بر عوالم وجود دارد به اعتبار اون وجود روحی امامه، نه به اعتبار این بدن بشری، به اعتبار روح نورانی امام که این نور مشتق است از نور خدای تبارک و تعالی و اول نوری که از خداوند در عالم وجود ظاهر شد و صادر شد نور مولا امیر المؤمنین علیه السلام، که روایت می فرماید اولا این نور دو قسم شد، نیمی از آن شد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نیمه دیگر آن شد مولا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. بس به حساب این نور که مربوط به روحی است که مشتق شده است از نور خدای عز و جل احاطه علمی دارد بر تمام عوالم، نه به حساب این بدن مادی، بله، بشری، بله، و روح امام علیه السلام مانند سایر ارواح نیست، اگرچه در بین همه ارواحه، اما اختلاف شدید هست بین این نور و بین نور امام علیه السلام. می فرماید این نور از جانب خدای تبارک و تعالی است، این نور مظهر علم خدای تبارک و تعالی، مظهر قدرت خدای تبارک و تعالی و احاطه دارد هم بر زمان و هم بر مکان و بر همه عوالم اشراف داره و احاطه داره. پس بنابراین جنبه روحی امام علیه السلام را باید انسان مد نظر بگیرد، نه این جنبه ظاهری بشری را. بله، به همون جنبه روحی است که در خیبر چه می شود؟ کنده می شود که فرمود قلعتها به قوت رحمانیه، الله، نه به این بدن ظاهری بشری، به اون قوت رحمانی من آن را از جا کندن، با توجه به اینکه این در توسط 40 نفر باز بسته می شد، آقا با اون نیروی معنوی روحی آن را از جا کندن. پس نور امام علیه السلام گرفته شده از نور خدای تبارک و تعالی و این وجودش مظهر علم خداونده،
و با علم الهی است که همه چی را میبینه، از همه چی خبر داره و از اسرار مطلعه. از این جهت اشکال برطرف میشه. پس اون کسی که اشکال میکنه دارد ظاهر بشری امیر المؤمنین علیه السلام رو میبینه و خبر از این باطن ندارد. به باطنش حضرت، به اون نور باطنی که مستمد شده و گرفته شده از نور خدای عز و جل، احاطه و اشراف دارد بر همه عوالم. حاجا ببخشید جسارتان، حالا یکی دو دقیقه مونده برای این پارت، ولی خب خیلی ها میان از همین مطلب استفاده میکنن. بله. و این قل انا بشر و مثلکم رو بهانه میکنن برای این حرف. بله. خب یه قسمتش دارد میبینه، قسمت بعدیش نمیبینه. اون چیزی که عقل خودش گنجایشش رو داره، یو حاله انا بشر و مثلکم، این ظاهر، اما باطن اون چیه؟ یوحا الی. اون را باید دید، هر دو را باید به هم دید، نه اینکه جدا جدا از هم جدا نیست. بله. بله. منقبت دیگری که آقا امیرالمومنین علیه السلام داره، اینکه روایات ما وجود مبارک امیرالمومنین و وجود رسول الله را به شمس و قمر تشبیه کردن. تشبیه کردن. بله. که شمس به آقا رسول الله تشبیه شده و قمر به امیر المؤمنین علیه السلام تشبیه شده، که نور قمر گرفته شده است از نور شمس و خورشیده. باید ببینیم شمس و قمر چه ویژگی هایی دارن، وقت متوجه میشن، متوجه خواهیم شد که عیناً همین خصائص شمس و قمر کاملا منطبق است بر وجود نورانی آقا رسول الله و بر وجود نورانی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله میگذاریم این مطلب رو برای جلسه آینده انشاءالله بیاری خدا انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون، ممنونم ازتون. دوستان عزیز، انشاءالله یک فاصله کوتاه، تنفسی و برگردیم. وقتتون بخیر عزیزان بیننده. دوستان برنامه معراج 2964-773-3304-314. خیلی از شما عزیزان این شماره رو ذخیره دارید روی تلفن ها و موبایل هاتون، لطف کنید این شماره رو به دوستانتون هم بفرستید و بهشون هدیه بدید، بهشون اعلام بکنید، سوالات خودشون رو بپرسند انشاءالله، مثل سوالاتی که در این بخش پرسیده میشه، و این نکته را هم بهشون بگید که هر کسی، هر بزرگواری که سوالی داره میپرسه، انشاءالله هم میتونه صفحه برنامه معراج رو روی اینستاگرام دنبال کنه برای دریافت جوابشون. این سوالا همه تقطیع میشه و هر کدوم هر سوال و جوابی برای خودش به عنوان یک ویدیوی خاص روی صفحه برنامه معراج قرار میگیره در اینستاگرام. و هم این که بگید پارت دوم برنامه رو حداقل تماشا کنن. اون دسته از عزیزانی که موفق نمیشن از ابتدا ما را همراهی بکنن، واقعا خیلی ساده بگم از دستشون میره مطالبی که مخصوص امیرالمومنین، مربوط به امیرالمومنین هست، در این وانفسایی که یا یک سری به خاطر این که افراط نشه بیانش نمیکنن، یا یک سری به خاطر این که حسودی میکنن و تبعیت میکنن از حسودانی که نمیتونستن امیرالمومنین علیه السلام رو ببینن و بیانش نمیکنن. علی ای حال بشینید و درس بگیریم همراه بنده خدمت جناب استاد بهره مند. و اما سوالات امروز، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا به جایزه‌ای که در بانک برنده میشویم خمس تعلق میگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، این به منزله هدیه است و هدیه بر اساس فتوای حضرت آیت الله شیرازی
خمس بهش تعلق نمیگیره مگر اینکه از سر سال خمسی زیاد بیاد. اگر قدری از جایزه یا هدیه سر سال خمسی زیاد آمد به اون اضافه خمس تعلق میگیره، اما اصل هدیه و اصل جایزه از مواردی نیست که متعلق خمس باشد بر اساس فتوای آیت الله شیرازی. ممنونم. سلام، روزتون بخیر. ببخشید، از چند سالگی باید مرجع تقلید انتخاب کنیم؟ بله، هر انسان با ایمان هرگاه به سن تکلیف که برسه این باید مرجع تقلید داشته باشه. بعض البته از فقها میگن اگه به سن تمیز برسه، این تشخیص بده خوبی ها و بدی ها را و بدون وظیفه ای داره از ناحیه خدای عز و جل، این باید دستور وظایف دینی خودش را از فقها و مراجع تقلید بگیرد و باید برای خودش مرجع تقلید انتخاب کنه. دخترها وقتی 9 سال قمری اونها تمام شد، لحظه ای که وارد سن 10 سالگی می شوند، 10 سالگی قمری وقتی می شوند، اینها مکلفند و باید حتما مرجع تقلید داشته باشند. پسرها هم وقتی 15 سال قمریشون تمام شد، لحظه ای که وارد سن 16 سالگی می شوند، اینا باید مرجع تقلید داشته باشند و بر اساس دستور او باید رفتار کنند و رساله عملی مرجع تقلید را باید داشته باشند و مرتب رساله را مطالعه کنند و نیازهای خودشون را از رساله پیدا کنند. و اگر چنانچه سوالی برای اونها پیش آمد در خصوص شناخت مسائل شرعی از رساله، باید با عالم دینی تماس بگیرن و توضیح اون مسئله را از عالم دینی جویا بشن و بپرسن. بله. ما هم میتونیم اینجا سوالاتشون را جواب بدیم. حالا این یک قسمت را در خدمتشون هست. تبلیغ برنامه معراج باشه. خب، سوال بعد این که سلام، اگر فرش به واسطه نجاستی مانند ادرار نجس شده و خشک شده باشد، نماز خواندن در قسمت دیگر فرش اشکال دارد؟ نه، اشکال ندارد. محل سجده باید پاک باشه، یعنی اون جایی که پیشانی ما روی خاک گذاشته میشه، روی مهر گذاشته میشه، اون محل باید چی باشه؟ پاک باشه. حالا اگه قسمت های دیگر نجس شده باشه و نجاستش هم سرایت کننده نیست، طبق سوال شده که اون خشک شده، بنابراین چون مصری نیست این نجاست و سرایت نمی کنه به بدن و لباس ما، نماز خوندن روی چنین فرشی ایرادی نداره. بله. سال بعدی هم تقریبا نزدیک به همین سواله. اگر روی فرش نجس شده از ادرار، جا نماز یا رو فرشی بیندازیم، آیا نماز ما صحیح هست؟ نه، اشکال ندارد. بله، صحیحه، عیبی ندارد. عرض کردم که باید جبهه، یعنی پیشانی ما، بله، که محل سجوده، این باید، بله، یعنی پیشانی ما باید بر مهر پاک قرار بگیره، بر خاک پاک باید قرار بگیره، سجدگاه ما باید پاک باشه. بله. این هم به عنوان آخرین سوال بپرسم امروز ازتون انشاءالله. سلام و خسته نباشید، سوال دارم. من خودم نماز غذا دارم، معذرت میخوام. میشود برای پسرم که از دنیا رفته است نماز غذا بخونم؟ بله، اشکالی نداره. طبق فتوای حضرت آیت الله شیرازی، انسانی که اگرچه خودش نماز غذا به عهده داره، میتونه نماز غذای دیگران را به جا بیارد، حالا چه تبرعاً و قربتاً الی الله تعالی، یا اینکه نه، اجیر بشه، بله، و به اجاره نماز دیگران رو بخونه. این ایرادی و اشکالی
ندارد. ندارد. خیلی ممنونم ازتون، خواهش خیلی میکنم، سلامت متشکرم ازتون. الله. دوستان عزیز، از شما هم ممنون و متشکرم. انشالله هر جا هستید به زودی های زود روزیتون بشه زیارت آقا سید و شهدا علیه السلام. ما هم شب زیارتی آقا سید و شهدا علیه السلام داگومن و زیاره شما عزیزان هستیم در کربلای معلا. در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی، خسته نباشید.